15 مورد از حقایق ترسناک درباره اهرام مصر. 4640 سال از ساخت اولین هرم مصر به دست شخصی به نام ایمهوتپ میگذره. حالا بعد از گذشت قرنها، اهرام باستانی مصر هنوز هم استوار و مستحکم در بیابانهای شهر جیزه ایستادن. انسان رو به فکر فرو میبره. بازدید کنندگان لحظه‌ای مجذوب زیبایی و دقتی که توی ساختش به کار رفته میشن. اما بدون شک چند لحظه بعد حقایق ترسناک اهرام مصر به ذهنشون خطور میکنه و اونها رو به رعب و وحشت میندازه. رازهای مخوف که با گذشت تاریخ و پیشرفت علم هنوز ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. سلام رفقا، آپتین طاهری هستم. به کانال ایران دون خوش اومدید. تو این ویدیو اومدیم کامل ترین توضیحات درباره اهرام مصر رو براتون به اشتراک بذاریم. امیدوارم لذت ببرید. نظراتتون رو برامون کامنت کنید. حمایت یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. اهرام ثلاثه مصر نماد غرور و جاه طلبی انسان. طبق تحقیقاتی که سال 2008 توسط باستانشناسان انجام شده، 118 تا 138 هرم در مصر وجود داره. همه این بناها برای دفع فراعنه مصر مورد استفاده قرار می گرفتن. اما اون چیزی که اهرام مصر رو در لیست عجایب هفتگانه جهان قرار داده، سه هرم اصلی یا همون اهرام ثلاثه مصره. از بین سه هرم اصلی، هرم بزرگ با ارتفاع 139 متر در حدود سال 2550 قبل از میلاد توسط فرعونی به نام خوفو ساخته شده. این بنا تا سالهای زیادی بزرگترین سازه روی زمین بود. هرم دوم توسط پسر خوفو در سال 2520 قبل از میلاد ساخته شده. هرم دوم شامل مجسمه‌های عجیب ابوالهوله، یک بنای آهکی با بدن شیر و سر یک فرعون. هرم سوم خیلی کوچکتر از دو هرم اول و دومه و احتمالاً توسط فرعون منکاوره در سال 2490 قبل از میلاد ساخته شده. این هرم‌ها نماد غرور و تکبر فرعونه مصر بودند. خیلی از دانشمندا به این نتیجه رسیدن که فقط برای ساخت هرم بزرگ به 20,000 کارگر و 20 سال زمان نیاز بوده. این موضوع که کارگرای اون زمان فقط وسایل چوبی و تناب و قرقره داشتن، حقیقت رو عجیبتر و شگفت‌انگیزتر میکنه. با تمام جزئیات علمی و تحقیقات دقیقی که انجام شده، هنوز سخت باور کنیم در یک دوره 20 ساله اونم با ابزاری بسیار ساده بشه همچین شکوهی رو رقم زد. تکنولوژی به کار رفته در ساخت اهرام قطعاً با تکنولوژی 4500 سال پیش تطابق نداره. حقایق و رازهای زیادی در مورد این شاهکار تاریخی وجود داره. نقل قول‌هایی هست که کمی با عقل جور در میان، اما وقتی بیشتر بهشون فکر میکنیم بازم مثل افسانه است. مثلا دانشمندا علت استحکام بالای اهرام مصر رو مواد استفاده شده بین سنگ‌ها میدونن، اما تا به امروز ترکیب دقیق مواد سیمانی به کار رفته در ساخت اهرام مصر به اثبات نرسیده. این تنها یکی از دلیل‌هایی که مردم باور دارن موجودات فرازمینی در ساخت اهرام نقش داشتن، موجوداتی که خیلی هوشمندتر از مصریان باستان بودن. کانال ایران دون برای درک این شگفتی باستانی و شناخت رازهای ترسناک اهرام مصر، 15 حقیقت مرموز و عجایب اهرام مصر رو جمع‌آوری کرده و براتون به اشتراک می‌ذاریم. مورد اول، ماهیت طراحان اهرام مصر هنوز مشخص نیست. باورپذیرترین نظریه‌ای که تا الان درباره سازندگان اهرام مصر وجود داره اینه که اهرام توسط کارگران مزدبگیر ساخته شده، نه برده‌ها. قبلا نظریه‌ای وجود داشت که توسط هرودوت، مورخ یونانی، منتشر شده بود. هرودوت گفته بود اهرام بزرگ مصر رو بردگان مصری ساختن، اما نظریه فعلی اینه که بسیاری از صنعتگران ماهر اون دوران قصد داشتن در ساخت این شگفتی بزرگ مشارکت داشته باشن. تحقیقات نشون میده سازندگان اهرام به خوبی تغذیه میشدن، دستمزد خوبی داشتن و از افتخارات بالایی برخوردار بودن. برای همین خیلی از اونها در حین ساخت اهرام میمردن، به نشانه افتخار در کنار آرامگاه اصلی فرعون دفن میشدن. ممکنه اجرای پروژه ساخت اهرام کار انسان باشه، اما طراحی و تکنولوژی پیچیده‌اش بدون شک مربوط به مصریان 4500 سال پیش نیست. این مورد یکی از اصلی ترین حقایق ترسناک اهرام مصره که نظریه‌هایی مانند مشارکت فرازمینی‌ها یا سفر در زمان رو مطرح می‌کنه. مورد دوم، هر کدوم از سنگ‌های اهرام مصر بیشتر از یک فیل وزن دارن. بلوک‌های سنگی 50 تنی رو تصور کنید. برای ساخت هرمی به ارتفاع 140
متر جابجا می‌شدند. اهرام مرموز مصر با بیش از 2 میلیون آجر ساخته شده. نحوه حمل و نقل این مصالح غول‌پیکر در عصری که تکنولوژی و ماشین‌آلات سنگین وجود نداشتند، یکی دیگه از حقایق مرموز اهرام مصر. این 2 میلیون بلوک سنگی که هر کدوم 2.5 تا 50 تن وزن دارند، به گفته باستانشناسان این بلوک‌ها از یک منبع نزدیک استخراج شدند. با چنین وزن زیادی کارگرا چجوری این بلوک‌ها رو جابجا کردند؟ این نظریه وجود داره که گروه بزرگی از کارگرای بلوک‌های عظیم رو روی سطح شیبدار هل می‌دادن تا به مقصد برسه، اما خیلی بعیده چون هیچ چوبی نمیتونه وزن این سنگ‌های عظیم رو تحمل کنه. سومین مورد، ابوالهول مسئول محافظت از اهرام مصر. ابوالهول یک مجسمه اسطوره‌ای با بدن شیر و سر انسان. در مصر باستان مجسمه با طرح ابوالهول در هر جایی که مصری‌ها به دنبال حفاظت در برابر عوامل متافیزیکی بودند استفاده می‌شد. معروف‌ترین ابوالهول مصر، ابوالهول یکی از هرم بزرگ جیزه حفاظت معنوی می‌کنه. 73 متر طول، 6 متر عرض و 20 متر ارتفاع داره. فقط قطر چشماش 2 متره. به نظر میرسه که به خوبی در حال مشاهده اطرافه. چهارمین مورد، اهرام مصر قبلا درخشان بودند. تازگی‌ها باستانشناسان گزارش دادند زمانی اهرام ثلاثه در انعکاس نور خورشید می‌درخشیدند. چون سازندگان این اهرام این سه اهرام رو با سنگ آهکی براق پوشش داده بودند. این پوشش با گذشت زمان از روی بلوک‌ها افتادند. بنابراین دیگه درخشش قدیمی رو ندارند. مورخین اعتقاد دارند دلیل بکارگیری پوشش درخشان این بوده که اهرام مصر از بالا مثل جواهری غول‌پیکر به نظر برسه و نوعی فخر فروشی برای موجودات فرازمینی باشه. مورد پنجم، اهرام مصر دقیقاً در راستای شمال واقعی کره زمین قرار گرفته. اهرام مصر در ساحل غربی رود نیله که محل غروب خورشیده. طبق یافته باستانشناسان از برخی اساطیر مصری، این مکان با قلمروی مردگان ارتباط زیادی داشته. ساخت اهرام در این مکان باعث می‌شده سفر فرعونه به دنیای مردگان با آرامش بیشتری انجام بشه. بنابراین محل ساخت اهرام مصر اصلاً یک انتخاب تصادفی نبوده. اما نکته جالب این قسمت، جهتگیری جغرافیایی این سازه هاست. به نظر میرسه مصریان باستان از نحوه تراس کردن سازه ها با شمال واقعی آگاهی داشتند، چون این سازه های اسرارآمیز همترازی کاملی با جهت های جغرافیایی دارند. هرم بزرگ با دقت 1/15 درجه در امتداد نقاط اصلی شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شده. دانشمندا هنوز قادر به توضیح این دقت بالا نیستن. ششمین مورد، اهرام مصر برای اسکورت فرعونه به جهان پس از مرگ ساخته شده. اهرام مصر علاوه بر اینکه مقبره فرعون‌ها و خانواده‌هاشون بود، برای همراهی معنوی فرعونه به جهان پس از مرگ ساخته شدن. مصریان باستان خیلی مذهبی بودند، اعتقاد جالبی داشتند. یکی از اعتقاد عجیبشان این بود که سازه‌هایی به شکل هرم ورودی‌های امنی به زندگی پس از مرگن. مردم مصر به خدایان زیادی اعتقاد داشتن و بعضی‌هاشون معتقد بودند فرعونه پس از مرگ به خدایان تبدیل میشن. همین باورهای عجیبشون بود که نهایتاً منجر به ساخت چنین سازه‌های باشکوهی شده. هفتمین مورد، اون چیزی که اهرام را تا الان سالم نگه داشته نفرین فرعون بوده. ابوالهول برای محافظت از فرعون‌های مرده در هنگام عبورشون به جهان مردگان ساخته شده. اما اعتقاد دیگه‌ای هم وجود داره که فرعون برای محافظت ابدی از اهرام و اقلام درونش یک تلسم جاودانه درون اهرام قرار داده. یکی از حقایق‌های ترسناک اهرام مصر باستان اینه که خیلی از باستانشناسان و محققانی که به دنبال پرده برداری از اسرار اهرام بودند، با بدشانسی و گاهی اوقات مرگ مواجه شدند. شاید این نفرین بزرگ دلیل این اتفاقات باشه. هشتمین مورد، اهرام مصر آخرین عجایب به جا مونده از دنیای باستانه. عجایب هفتگانه جهان فهرستی از 7 بنای عجیبه که هر کدوم ارزش تاریخی خاصی دارن. این شگفتی‌ها بیشتر در اطراف دریای مدیترانه بنا شدند. مربوط به 1 یا 2 قرن قبل از میلادن. تنها باقی مونده از لیست عجایب هفتگانه اهرام مصره. این سازه عجیب نه تنها دست نخورده باقی مونده، بلکه به نظر میرسه به این زودی ها دوچار تخریب طبیعی نشه. نهمین مورد، داخل هرم بزرگ یک صندوق گرانیتی پیدا شده. داخل اتاقه که اصلی هرم بزرگ خوفو یک صندوق گرانیتی مرموز وجود داره. در نگاه اول همه چیز عادیه، اما وقتی دقیق تر نگاه میکنید متوجه میشید این صندوق از نظر ابعاد نمیتونه از ورودی هرم به داخل آورده شده باشه. این صندوق به شیوه جادویی وارد هرم شده یا هرم رو در اطراف این صندوق ساختن. دهمین مورد، هرم بزرگ خوفو برای 3800 سال بلندترین سازه جهان بودش. ارتفاع دقیق هرم بزرگ 146 متره که تا
سال 1300 پس از میلاد بزرگترین سازه ساخته شده توسط بشر بود. ارتفاع فعلی هرم بزرگ پس از فرسایش جزئی به 137 متر رسیده. جرم هرم بزرگ 59 میلیون تن و حجم آن 2.5 میلیون متر مکعب برآورد شده. 11 مورد، زیر اهرام شبکه پیچیده از تونل‌ها و اتاق‌ها وجود داره. یکی دیگه از حقایق ترسناک وجود شبکه‌های پیچیده از تونل‌ها و اتاق‌های متعدد در زیر اهرام. قدمت این تونل‌ها به اندازه خود اهرامه و هزاران اثر باستانی مختلف اونجا وجود داره. این هزار توها از سنگ‌های آهکی ساخته شدن و تا اعماق بیابون ادامه دارن. رازهای زیادی در دل خود دارن. باستانشناس معروف بریان فورستر در عین کاوش در هزار توی زیر اهرام حدود 20 جعبه گرانیتی کشف کرد که وزن هر جعبه 100 تنه. جالبه بدونید اطلاعات زیادی از این تونل‌ها و اتاق‌ها وجود نداره، چون تحت حفاظت شدید دولته و اطلاعات مربوط به این تونل‌ها به صورت محرمانه نگهداری میشه. جزئیات مربوط به کالاهای پیدا شده زیر اهرام مصر هرگز برای عموم منتشر نمیشن و اطلاعات برایان فورستر یکی از معدود یافته‌هایی است که منتشر شده. 12 مورد، دمای داخل اهرام همیشه مطبوعه. یکی از عجایب اهرام مصر اینه که با وجود گرما و سرمای شدید بیابون، دمای داخل این سازه‌های مرموز در حدود 68 درجه فارنهایت یا 20 درجه سلسیوس ثابته. مصر سرزمینیه که طی روز گرمای سوزانی داره، اما این حرارت شدید هرگز بر دمای داخل اهرام تأثیر نمیذاره. این مورد هم یکی از حقیقت‌های رازآلود اهرام ثلاثه است که باعث میشه برگامون بریزه. 13 مورد، مواد به کار رفته در ساخت اهرام همچنان نامشخص. از حق نگذرین اهرام مصر واقعا قدیمیه. ما در مورد 45 قرن پیش صحبت میکنیم. ملات فوق‌العاده چسبنده‌ای که برای ثابت کردن بلوک‌ها در کنار هم استفاده شده دلیل این عمر طولانیه. دانشمندا بارها و بارها این ملات رو آنالیز کردن، اما هنوز نمیدونن مواد تشکیل دهندش چیه. برای اتصال آجرهای سنگین اهرام حدود 5 میلیون تن ملات استفاده شد. 14 مورد، این سطح از کمال در مهندسی قابل توضیح نیست. حقیقت و خلاقیت‌های عجیب و پیچیده‌ای در اهرام مصر وجود داره. این سازه هم از نظر ریاضی و هم از نظر معماری هنوز بشر رو به شگفتی وامی داره. تنها هرم بزرگ جیزه بیش از 20 سال طول کشیده تکمیل بشه. حتی دانشمندای مشهور جهان هم از این سطح مهندسی حرفه‌ای برگاشون ریخته. ما با یک شگفتی باستانی طرفیم. این سازه در زمانی بدون ماشین حساب و کامپیوتر ساخته شده و این خودش یکی از حقیقت‌های ترسناک اهرام مصره. جالبه بدونید در نگاه اول هرم بزرگ مانند یک هرم چهار وجهی عادی به نظر میرسه، اما اگه از بالا نگاه کنیم میبینیم هر ذل فرو رفتگی داره. بنابراین ما با یک سازه 8 وجهی طرفیم. 15 مورد، دربهای بیستونی اهرام مصر با دست جابجا میشن. تحقیقات نشون میده بعضی از اهرام مصر دارای درهای چرخان بزرگ بودن. این درهای عظیم در نگاه اول کاملا غیر قابل شناسایی بودن، چون کاملا در دهانه ورودی اهرام قرار گرفتن. این درهای چرخشی زمانی کشف شد که هرم بزرگ برای اولین بار در حال بررسی بود. باستانشناسان با یک درب بزرگ با وزن حدود 20 تن مواجه شدند که به راحتی با یک دست جابجا میشد. اینکه چجوری مصری ها تونستن این درها رو با چنین دقتی برش بدن و روی ورودی اهرام سوار کنن یکی دیگه از رازهای عجیب اهرام مصر. خب مرسی رفقای گلم تا انتهای ویدیو همراه ما بودید. همونطور که دیدید و شنیدید اهرام مصر پر از حقایق و رازهاییه که به نظر میرسه خیلی از اونها هنوز کشف نشدن. سازه هایی که حتی با وجود تکنولوژی مدرن و ماشین های پیشرفته نمیشه تکرارشون کرد. با هر کشف جدید معمای دیگه درباره این شگفتی باستانی ظاهر میشه و دانشمندا رو گیج‌تر میکنه. مطمئنا حقایق ترسناک اهرام مصر در این 15 مورد خلاصه نمیشه و هنوز رازهای بیشتری در اون وجود داره. نظراتتون رو برامون کامنت کنید. امیدوارم لذت برده باشید. تا درود دیگر، بدرود.